بسم الله الرحمن الرحیم یکی از شبهایی که استغفار دعا و نماز خیلی در اون سفارش شده شب نیمه شعبانه که اصلا احیای همچین شبی بسیار مستحبه و در مفاتی هم دوستان میتونن رجوع بکنن و اعمالش رو ببینن مونتا خیلی از عزیزان و بزرگواران هم در طول سالهای گذشتین احیا رو برگزار میکردن یک سه چهار سالی هم هستش که ما با هماهنگی که با بقیه عزیزان حوزه عرصه مهدویت فعالیت دارن تو این مسئله ورود پیدا کردیم و در واقع این شکل و شمایل این احیا رو به سمت این خواسته مهدوی بردیم و به عنوان و تایتل در واقع احیای مهدوی داریم برگزارش میکنیم خدمت دوستان عرض بکنم همونطور که برن نگاه بکنم این شب بسیار شب پرفضیلتی اصلا روایت های عجیب غریبی داریم میگه مثلا برای مثال خود من متعال میفرمان که بنده ای رو و احدی رو دست خالی بر نمیگردونن یه همچین شبیه و بسیار استغفار و دعا و نماز سفارش شده حالا این یک بود ماجراست بود دیگهش همینه که ما این شب رو شب میلاد آقا صاحب از زمان میدونیم و ترکیب این دو میتونه یک اتفاق خیلی خوب باشه احیا بودن به خاطر اینکه اصلا در همچین شب همچین مسئله موضوعیت داره حتی برادران اهل سنت هم احیا برگزار میکنن و اینکه شب میلاد امام زمان هست یک مقوله جدید رو به وجود میاره که ترکیب این دو تا میشه احیای مهدوی اگر بزرگواران به اعمال این شب مراجعه بکنن میبینن تو ذیل بخش استغفار عدیه خیلی زیاد متفرقی وارد شده علال خصوص دعای کمیل و افضل اعمال چون شبی زیارت امام حسینه حتی در این حد که شما بر پشت بایم بیستید و به سمت حرم سلامی بدید خب ما این بخش رو اگر بخوایم استغفار نام بگذاریم خیلی خوب میشه یعنی چه چیزی بهتر از اشک بر ابو عبدالله میتونه پاک کننده گناهان و زنوب ما باشه این خیلی خوبه پس ما توی همچین شبی در استفار با اشک بر عبا عبدالله خوندن زیارت امام حسین یا زیارت آشورا به علاوه دعای کمل که باز در چون این شبی سفارش شده ما پاک بکنیم خودمون رو از گناهانی که مانع ظهورن و گناهانی که موجب حبس دعا میشن یعنی خداوند متعال به واسطه این گناهان ما دعاهای ما رو قبول نمی کنه و دعای ما مورد اجابت قرار نمیگیره وقتی پاک شدیم حالا میخوایم دعا کنیم خب از خدا چی بخوایم چون انسان ها چیزی رو میخوان که میدونن ندارن متاسفانه اگر کسی نبود امام زمانش رو حس نکنه متوجه نمیشه همچین مسئله رو این بخش رو اگر اسمش رو بذاریم اضطرار از نبود امام زمان یعنی عزیزان و احیا دارندگان متوجه میشن و البته با حضور خودشون دارن اثبات میکنن که هستن متوجه میشن که چه کسی رو ندارن چه چیزی رو چه گنجینه عظیمی رو ندارن حالا که احیا در بخش در واقع استغفار و طلب مغفرت و آموزش از خداوند متعال با عشق بر امام حسین گناهاش پاک شده حالا آماده خواستن و دعا کردنه و اما کسی میدونه چی میخواد که میدونه چی نداره متاسفانه یکی از مشکلاتی که ما داریم که به زندگی بدون امام زمان عادت کردیم و این خیلی بده کسی میفهمه امام زمان نداره که مزتر میشه فلزا توی این بخش پیشنهاد میشه و ما با دوستان مرکز تخصصی مهدویت این نکاتی دارم عرض میکنم رو هماهنگ کردیم و چک شده دعا عبارت ها و فرازهای دعای ندبه عبارت هایی که در واقع با کلمه عینه شروع میشه یعنی کجاست در اینجا شما با گفتن این دعاها تربیت میشید و آموزش میبینید که در واقع چه گنجینه عظیمی رو ندارید و در ادامه بعد از این بخش عینه های دای نزبه مثلا دای از اوملبلا که خیلی هم خوبه برای همچین شبی به نظر بنده خیلی مناسبه اینجا ما در این مرحله متوجه میشیم که چه کسی رو نداریم در بخش استغفار پاک شدیم در بخش استرار فهمیدیم چی نداریم و حالا میخوام بریم دعا کنیم اینجا ادعیه در این شب وارد شده یکی از بهترین و مرتبط ترین ادعیه اش دعای اللهم به حق لیلتنا و است یعنی خدای به حق این شب ما و موعود این شب که در واقع مولود و موعود این شب که امام زمان عجل الله هستن و عبارت های دعای ندبه که از در واقع با عنوان اللهم انت کشاف الکره و البلوا شروع میشه که دو صفحه آخر دعای ندبه میشه که خیلی خوبه خداوند متعال مخاطب ماست و ما در واقع از ایشون امام زمان رو میخوایم این خیلی ارزشمنده یعنی ما در بخش استغفار پاک شدیم از گناهان مانع ظهور و گناهانی که حبس دعا میکنن در بخش استرار فهمیدیم چی نداریم و در بخش دعا میفهمیم حالا چی از خداوند متعال میخوایم این سه چهار سالی که در واقع این برنامه رو برگزار میکردیم و اون شهرها و مناطق مختلفی که در نقاط دیگر دنیا هم برگزار میکردن نظر سنجی که صورت گرفت که از بخشا که خیلی خوب مورد توجه قرار گرفته بود این تکرار آیه شریفه امن ام یجیب المستر رضا دعا و, و سود دوستان میتونن این عبارت رو بارها تکرار کنن مثال میزنیم حالا صد مرتبه خوبه اینجا توی همچین بخشی اون عزیزانی که دارن برنامه رو برگزار میکنن از مدده مدعو بخوان که هر هفتش ده موردی که همه با هم دارن این دعا رو میخونن و در عشق و آه و ناله همزمان و ندبه دارن میخونن هر هفتش ده موردی که داره خونده میشه اون در انتهای 7 ده باری که این آیه ذکر میشه یه گریزی بزنم به یکی از اهل بیت که مستر شدن مثل حضرت عباس که زمانی که مستر شدن وقتی مشکشون تیر خورد مثل امام حسین زمانی که مستر شدن وقتی تیر به گلوی شش ماه نشست مثل امیرالمومنین زمانی که مستر شدن اون اتفاق جلوی چشمانشون افتاد ببینید این نکات خیلی زیبا اضطرار و عشق بر در واقع این مظلومیت اهل بیت رو خیلی خوب کنار همدیگه جمع میکنه و یک همدلی و خواست همگانی رو به وجود میاره که خیلی هم مورد استقبال دوستان قرار گرفته بوده و مستحضر هستید که ما داریم که گفته میشون شب ظهور هم آقا صاحب زمان این آیه رو مکرر میخونه و اشک میریزه و خدا اذن ظهور میده ما ما در واقع به تأسی از اماممون میایم همچین کاری رو در واقع انجام میدیم پیشنهاد بنده اینه عزیزان که میخوان برنامه رو برگزار بکنن هر چه سریعتر اقدام بکنن هماهنگی های لازم رو با مسئولین شهرشون انجام بدن کسایی که نیاز به تأییدیه دارن میتونن اون مسئولین تماس بگیرن با مرکز تخصصی مهدویت که در واقع امور تخصصی حوزه مهدویت بر عهده زیر نظر حوزه علمی هستش و یه بسیار معتبر و قابل اعتماده میتونن رو انجام بدن خوب تبلیغات گسترده بکنن تا مردم در واقع شرکت بکنن تمام آگاهی‌های های دوستان و تبلیغات مراسمشون رو ما پوشش خواهیم داد هم در سایت خود مساف و کانال تلگرامی مساف و هم در سایتی که به این عنوان در واقع در نظر گرفته شده با عنوان احیا مهدوی دات آر در اونجا میتونن تبلیغ برنامه‌شون بکنن و عزیزانی که تو شهر مختلف هستن رجوع کنن به این سایت ها تا ببینن در شهر خودشون کجا داره برنامه‌ای در واقع برگزار میشه عزیزان عنایت داشته باشن ما به واسطه خود امام زمان دعوت شدیم به کثرت دعا و فراوانی دعا برای ظهور حضرت این مسئله رو جدی بگیرن و به این فکر بکنیم که حتی با این کار ما یک ثانیه هم ظهور نزدیک بشه و عزیزان دلهاشون مهدوی بشه و نگاهشون مهدوی بشه زندگیشون مهدوی بشه برای ما بسه انشاءالله اینها مقدمی باشه که ما بتونیم در کنار این شور مهدوی و معنوی شعور مهدوی رو هم به زندگیمون وارد بکنیم و تمام روزهای ما امام زمانی و به یاد امام زمان عجل الله تعالی فرج و شریف بشه از همه دوستان و بزرگوارانی که همکاری میکنن همه عزیزانی که شرکت میکنن من به به خودم تشکر میکنم و دست و پای همه عزیزان رو میبوسم